عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان گرامی در روز پنجشنبه 18 مرداد ماه برابر با 8 آگوست یا ماه اوت مهمان خانه شما هستیم. پیرامون مباحث ترور و تروریسم 4 جلسه پیشین رو به طرح مبانی پرداختیم و نوبت قبل به دلیل حالا واقعی ترور اسماعیل هنیه به بحث حذف هدفمند اشاره کردیم و دلایل موافقان رو بیشتر پرداختیم و البته خب مخالفان زیادی هم داره. در اینجا پرانتز رو میبندیم و برمیگردیم به سر همان مبانی که مطمع نظر ما بود و مد نظر، تا برگردیم به بحث یک رژیم یا یک دولت ترور یعنی جمهوری اسلامی. در واقع این مباحث یا کلیاتی که ارائه میکنیم خدمت شما برای فهم پدیده تروریسم هست در جایی که جهان درگیر اونه و الزاماً به یک حوزه خاص مربوط نیست، یعنی قابل استفاده و تطبیق برای اساساً دولت‌ها و گروه‌های تروریستی در مناطق مختلف جهان. اما در ادامه بعد از طرح کلیات وارد جزئیات میشیم و نگاهی خواهیم داشت به مسائل مربوط به تروریسم اسلامی ولایی تا برای ما قابل فهم بشه که خب رژیمی مثل جمهوری اسلامی یا رژیم‌های مشابه او چرا این گونه رفتار می‌کنه. خب بحث ما به اینجا رسید که نسبت به گروه‌های تروریستی و افراد تروریست رأی‌یافت‌های مختلفی وجود داره، نگاه‌های مختلفی وجود داره. از جمله یکی از اون رأی‌یافت‌ها یا زمینه‌های کلان این هست که ایدئولوژی یا مذهب سبب ساز فضای تروریستی است. شاید بارها شنیدید که میگن همه مسلمانان تروریست نیستن اما همه تروریست ها مسلمان هستن، که البته خب این اشتباه است. ما میدونیم همه تروریست ها مسلمان نیستن، چون تروریست هایی وجود دارن در سرزمین های دیگر بنابر نگاه های خاص خودشون دست به این کارها میزنن. ما اینها رو در ژاپن هم داریم، فرقه های مثل آئوم که در ژاپن بودن در گذشته از گازهای سارین استفاده کردن برای کشتن مردم، یا در میان مردم هند و گروه های مختلفی که وجود دارن که اندیشه های اسلامی هم ندارن اما نوع زمینه های ایدئولوژیکشون فرق میکنه، یا اندیشه های چپگرایی که در مناطقی مثل شوروی کمونیستی ترور رو موجه کرده بود و گروه های دیگر. مقصودم این است که این بخش دوم هم غلطه، یعنی یه گزاره نادرستی است که همه تروریست ها مسلمان هن. نه، بسته به موضوع خاص شما می توانید تروریست های در گروه های دیگر ببینید. اما یک نگاه کلانی وجود داره به خصوص در دوران مدرن و آن این که ایدئولوژی یا نگاه مذهبی سبب ساز اندیشه های تروریستی است، که ما در ادامه به این مسئله خواهیم پرداخت وقتی وارد بحث تروریسم اسلامی ولایی میشویم. که بله درسته، مذاهب هم میتوانن یا ایدئولوژی ها هم میتونن بستری رو فراهم بکنن برای اینکه رفتار تروریستی سازماندهی بشه و مرحله اجرا در. خب این یه دیدگاه است، یه رأی‌یافت. رأی‌یافت دوم بر سر این است که اندیشه های فلسفی سبب ساز ترورن، یعنی نوع نگاهی که مثلا در نگاه برخی از فیلسوفان وجود داره که اسباب تبعیض میشه، اسباب حذف گروه های مختلف میشه، رژیم های وحشت یا ترور رو مستقر میکنه و حتی مدرنیته نوع رفتارش با خورده حالا بگیم ارزش ها یا خورده فرهنگ ها یا خورده فلسفی ها به نحوی است که اونها رو در مواجهه با یک هژمونی قرار میده. بنابراین اونها که در یک موضع ضعف قرار میگیرند در برابر مظاهر مدرن دست به خشونت میزنند. البته من در ادامه برنامه به جزئیات اینو خواهم پرداخت، اما فقط 4 رأی‌یافت کلی رو میخوام عرض بکنم.
اما جزئیاتش رو هم نوبت به نوبت با شرح و تفصیل و بحث جلو خواهیم رفت. نگاه دیگر این است که تروریست ها انسان های روانی هست، انسان های بیمار هست. یعنی نوع نگاهشون بر سر اینه که باید از منظر روانشناختی به اینها نگاه کرد. دیدید خیلی ها سعی کردن حتی کتاب ها بنویسن در مورد اینکه مثلا هیتلر یک آدم روانی بوده یا خامنه ای دیوانه است یا خمینی روانی است و از این دست مسائل، که نوع وحشت یا نوع رفتارهای بعضی از حاکمان رو به بعد روانی نسبت میده. خب این دریافت هم نقصایی داره، چون خیلی از مسائلی که مطالعه شده دیده شده که بسیاری از این افراد افراد عادی هن. یعنی نه نوع نگاهشون جنون‌آمیز روانیه، هرچند ممکنه از گروه‌ها و افرادی که دارای اختلالات شخصیتی هستن هم استفاده بکنن، در این شکی نیست، چون اونها برای انجام اعمال تروریستی یا خشونتبار مستعدن. اما همه تروریست‌ها اینطوری نیستن، به خصوص در سطح کلان اون، یعنی در سطح رهبری و سلسله مراتب. اتفاقا کسانی که این گروه های تروریستی رو هدایت میکنند افرادی از جنس انسان های روانی نیستند، چون یک دقت نظری نیازه، یک مدیریت و سازماندهی نیازه و کارهای دیگر. دریافت چهارم برمیگرده به همین مسئله، یعنی نگاه عقلانی داشتن. یعنی بسیاری معتقد هستند که گروه های تروریستی زمانی که احساس میکنن که از این طریق میشه منفعتی کسب کرد، سودی به دست آورد، دست به این کار میزنن و اگر مزایا نچربه به خسارت ها از اعمال تروریستی دست برمیدن. حالا این مزایا به معنای مزایای مالی نیست. ما عرض کردیم پیشترها بسیاری از گروه های تروریستی خب نوع نگاهشون ممکنه اعتقادی باشه، اونا به دنبال جامعه هستن که با ارزش‌های خودشون اداره بشه. شما برید نواب صفوی ها رو نگاه بکنید، آیا او به دنبال کسب منابع مالی بود؟ نه، احساس میکرد افرادی مثل کسروی ها یا سیاستمدارانی که هستن دارن به اسلام ضربه میزن. حالا ما در آینده سعی میکنیم اندیشه های نواب صفوی رو بخونی و قطعا اسنادی رو برای شما ارائه خواهم کرد که ببینید این نوع رهیافت یا نوع نگاهشون به چه نحوی است، که بتونه به ما کمک بکنه که فهم کنیم این گروه های مختلف رو. بنابراین بعضی هاشون اصلا به دنبال مزایای مادی نیستن، نوع نگاهشون بر سر اینه که ارزش های جامعه من در حال نزوله، در حال رکوده، در حال از بین رفتنه، من باید اون رو احیا بکنم، باید اون رو اجرا بکنن. و دشمنان این پدیده رو هم از صد راه برد، بنابراین نگاه منطقی دارن. ما عرض کردیم بخشی از تأسیس گروه های تروریستی برای این کار لشکر نیابتی رو انجام بدن برای رژیم ها. حالا شما حماس رو میبینید، حزب الله رو میبینید. چرا جمهوری اسلامی یا دولت های دیگر اینا رو میسازن؟ برای اینکه بتونن زمانی که قادر نیستن به شکل رو در رو و مستقیم با اسرائیل مبارزه بکنن، از این گروه ها بهره برداری بکنن. پس به دنبال یک منفعتی در امر سیاست بین الملل یا ایالات متحده و کشورهای غربی. زمانی که شوروی به افغانستان حمله کرد، خب اونها سعی کردن گروه های مختلف جهادی رو جمع آوری بکنن، مورد حمایت قرار بدن از طریق پاکستان، عربستان و کشورهای دیگر، که در برابر قدرت کمونیسم در شوروی بایستن، اجازه ندن افغانستان به دست اونها بیفته. در واقع اونها به دنبال محدود کردن کشور دیگری بود. پس نقش سیاست بین الملل که اتفاقا بهش اشاره خواهیم کرد هم تأثیر گذار. بنابراین چهار رهیافت عمده وجود داره، چهار رهیافت اساسی که زمینه های اون رو که من ذکر می کنم در ذیل اینها می گنجد. از ایدئولوژی یا باور بگیری تا زمینه روانشناختی، تا زمینه فلسفی و زمینه منطقی عقلانی. پس اگر کسی گفت مثلا تروریست ها دیوانه هستند، بدانید این گونه نیست. خیلی از تروریست ها هستن که دیوانه نیستن،
اتفاقا سبک سنگین میکنن فضا رو. اگر کسی گفت که اونها به دنبال منطق خاصی هستن، باید بدونید نه، گاهی ایدئولوژی برای اونها اون منطق رو تعبیر میکنه. یعنی هر کدام از اینها در جای خودشه، و اگر ما فقط یک رهیافت رو بپذیریم، در تبعین بقیه گروه های تروریستی دچار مشکل خواهیم شد. یعنی کسی که تحلیل میکنه وقایع تروریستی رو باید بدونه زمینه های کلی که میتونه تروریست رو ایجاد بکنه کدام ها هستن، چون راه مقابله با اون هم اهمیت داره. ببینید، وقتی من فرض رو بر این بگذارم که باورهای دینی میتواند زمینه ایجاد بکنه برای جذب نیروهای تروریستی، خب در برنامه های سیاسی خودم مساجد و مراکز دینی رو مورد دقت قرار میدم. شما الان جدیداً دیدید آلمانی ها کمی به هوش آمدن که این مسجدی که مثلا در هامبورگ ساختن یا برخی مراکز اسلامی، اینها کارشون فقط این نیست که عبادت بکنن، نه، در کنارش دست به کارهای دیگه هم میزن. خب اگر فهم ما این باشه که مذهب میتواند هسته های تروریستی رو ایجاد بکنه، امامان جماعت رو زیر نظر قرار میده. افرادی که مشکلی ندارن از اینکه زیر نظرم قرار بگیرن و شفاف سازی در موردشون صورت بگیره که ابایی ندارن، مگر کسی باشه که به اصطلاح خورده ریگی در کفش داره، او دوست نداره مسجدش زیر نظر باشه، اعضاش مشخص باشه، پولهایی که براشون میاد روشن باشه. جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، ترکیه و این کشورها سعی میکنن از یک بستر حقوق بشری، از یک بستر دموکراتیک استفاده بکنن به نفع خودشون. یعنی میبینن آزادی مذهبیه، میگن خب ما هم یه مسجدی میسازیم، یه امام جمعه هم تعیین میکنیم که منطبق با سیاست های ما باشه، بعد ایشون رو میفرستیم در اونجا، میگیم داره کار فرهنگی میکنه. اما ذیل پوشش کار فرهنگی داره کار تروریستی میکنه. یعنی گروه های مختلف رو جذب میکنه، روی افراد نظارت میکنه، اونها رو تربیت میکنه، سازماندهی میکنه برای کارهایی که خرابکاران است. ما کم نداریم از این کار. آلمانی ها کمی به هوش آمد، اما کشورهای دیگر هنوز ظاهرا در همون خواب به سر میبرن و فکر میکنن که خب نه، مذهب هم یک اعتقادی است و افراد اون اعتقاد رو دارن. بله درسته، اما این اعتقاده که منشأ عمله. من همون جوری عمل میکنم که اعتقاد دارم، همون جوری رفتار میکنم که اعتقادم، و اون با اعتقادات خودم توجیه. پس خیلی مهمه که ما زمینه ها رو بشناسیم، چون میتونیم اونها رو رفع کنیم. وقتی میگیم یک گروه تروریستی به منافع خودش نگاه میکنه، یعنی نگاه منطقی عقلانی داره، حالا عقلانی به معنای استفاده از این ابزار برای رسیدن به هدف دیگه، ما میتونیم خسارت های اون رو بالا ببریم و در نتیجه یک تروریست یا گروه های تروریستی احساس بکنن که این روش روشی نیست که بتونه اونها رو به جایی برسونه، بنابراین با تغییر رویه بده. پس اهمیت این چهار رهیافت در این است. خب حالا برگردم به زمینه ها، ببینیم چه زمینه هایی وجود داره و به چه دلیل افراد در درون فرایند خشونت قرار می گیرن. تروریسم هم زیل خشونت معنا پیدا میکنه، اما افراد، گروه ها و سازمان های خاص خودش رو به مرور زمان پیدا. یکی از این زمینه ها ایدئولوژی است، مذهب، دین. ما بیشتر در موردش صحبت کردیم در مبانی فهم رفتاری جمهوری اسلامی، دیگه نیاز به تکرارش ندادم. ایدئولوژی میتونه خشونت رو موجه کنه، یعنی به افراد، به گروه ها، به احزاب، به سازمان ها این طرح، این ابزار و این اهداف رو بده که شما میتونید از خشونت استفاده بکنید، چه خشونت کلامی باشه چه خشونت ابزاری باشه.
که اسلام به شدیدترین وجه این رو داره، یهودیت هم داره، مذاهب دیگر هم کم و بیش این رو دارن، بعضی ایدئولوژی ها اینها رو دارن، فاشیسم داره، نازیسم داره، دیکتاتوری پرولتاریا که بعدا توسط لنین بر روی اون کار شد این ویژگی ها رو داره. پس ایدئولوژی ها یا ادیانی وجود دارن که در زمینه و نطفه و بستر خودشون خشونت رو موجه میکنه، حتی اون رو مقدس میکنه، که اگر ما این کار رو انجام بدیم کار بدی نکردیم. اتفاقا در راستای تاریخ، در راستای عقایدمونه. چشم‌پوشی بر روی این اسطوره ها، شعارها، تعریف ها، تبعین ها میتونه ما رو به خطا بندازه. سهل‌انگاری نسبت به اونها میتونه ما رو گمراه بکنه. یعنی من فکر کنم یک اندیشه ای مثل لیبرالیسم با فاشیسم یکیست، در حالی که هر کدام از این ایدئولوژی ها مؤلفه ها و ارزش ها و نقشه خاص خودشون رو دارن. همه این های نوعی غیریت می سازن در کنار هویت. یعنی میگیم ما مسلمانان و غیریتی که ایجاد میشه میشه آنها مسیحی ها، آنها یهودی ها. پس ما مسلمانان و آنها یهودی ها با هم جدا شدیم. هویت ما مسلمانی است، هویت اونها یهودیته. تا اینجا مشکلی نیست. مشکل در جایی است که به جای به رسمیت شناختن اون ارزش ها، این غیریت، یعنی من یک چیزم اون غیر من، تبدیل به خصومت بشه. یعنی حالا که من خودم رو با او جدا کردم بگم او حق زندگی نداره، او با من برابر نیست، ارزش های او باطله، ارزش های او خطاست. پس صرف تفاوت هویت هیچ ایجادی نداره، یکی مرد یکی زن. اما مشکل در جایی است که مردانگی سبب برتری محسوب بشه، زن بودن سبب نقصان عقل محسوب بشه. اینجا دیگه شما وارد یک فرایندی میشید که خشونت و تبعیض رو دارید نهادینه میکنید، که البته خشونت تالی تبعیضه که حالا عرض خواهم کرد در این برنامه. پس بسیار مهمه که ما ایدئولوژی یا یک باوری رو لحاظ بکنیم، که این باورها وقتی در غیریت با دیگری قرار میگیرن چه اندازه از ابزار خشونت استفاده میکنن، چه زبانی، تا زمانی که تبدیل میشه به یک امر قانونی. شما اول یک مطلبی رو در آیات قرآن مینویسی، بعد که حکومت رو به دست گرفتی حالا نهادهایی رو میسازی که اون آیه قرآن رو اجرا بکنه. شما نبرد من رو مینویسی، بعد که دولت آلمان رو به دست گرفتی طبق همون عمل میکنه. این اندیشه ها پرورش پیدا میکنه، به ساختارهای مناسب اون رو هم شما میسازی. دومین مسئله جهانی شدنه، یعنی پدیده‌ای که ما امروز در اون قرار داریم، جهانی که به هم نزدیک شده، چه از بعد تکنولوژی، اطلاعاتی، در هم تنیدگی ارزش‌ها، سازمان‌ها. جهانی شدن یعنی این که یک مؤلفه تمام انسان‌ها رو در درون هویت‌های مختلف به هم نزدیک کرد. دیگه ارزش‌هایی وجود داره که جهانی‌اند، مثلا حقوق بشر. یه ارزشی است که همه انسان‌ها اون رو دوست دارن. البته میگیم همه انسان‌ها مغالطه است، چون خیلی‌ها دوست ندارن. یه سری بنیادگرایان هستن، یه سری گروه‌های دیگر مذهبی هستن که حقوق بشر رو قبول ندارن، از کشور اسلامی مثلا حقوق بشر رو قبول ندارن. تلویحاً میگن ما قبول داریم. ولی از دهم دسامبر 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شد، کشورهای اسلامی در سال 1990 نشستن در قاهره، خودشون یه حقوق بشر اسلامی نوشتن. یعنی به شکل ضمنی گفتن ما اونو قبول نداریم، چون بندهای اون با ارزش‌های دینی ما تطبیق نمی‌کنه. نیاز هست ما مسلمانان، دولت‌های اسلامی، بنشینیم و برای خودمون یه قانون بنویسیم.
حالا ممکنه ضمناً برای اینکه با جمع همراه بشن بگم بله ما حقوق بشر رو قبول داریم، ولی واقعیت اینه که اگه قبول داشتید دیگه نیاز نبود برید و برای خودتون یه اعلامیه جدا بنویسید. از ارزش های جهانی امروزه مورد قبول انسان ها مثلا دموکراسی، سکولاریسم یا خیلی چیزهای دیگر عمومیت داره. حالا چرا اینها اهمیت داره؟ به خاطر اینکه اینها در درون جامعه وقتی نفوذ میکنه جوامع سنتی، جوامع در حال گذار رو دچار بحران میکنه، بحران هویت ایجاد میشه. یعنی منی که تا دیروز در درون یک کشور سنتی زندگی میکردم، آن چیزی که من رو به همه پیوند میداد این بود که مسلمان بودم، امت اسلامی، امت شیعی بودیم. اما الان یه جهانی ایجاد شده که هویت جدید داره به من میده، یکی تو شهروند جهانی، انسانی، مهم نیست مرزت کجاست، مهم اینه که باید به یک سیاه احترام بذاریم، به یک سرخپوست احترام بذاریم، به یک زردپوست احترام بذاریم، به یک یهودی احترام بذاریم، به یک بی خدا احترام بذاریم. چون در اون هویت وقتی من خودم رو در درون امت اسلامی یا امت شیعی تعریف میکردم، طبیعی هویت من به من میگفتش که اون یهودی دوست تو نیست، اون زن خارجی با تو نسبتی نداره. ما شهروند شدن به معنای شهروند جهانی شدن به شما یاد میده که دیگه هویت جدید میخواد، دیگه باید خودتو تطبیق بدی با اون ارزش ها. بحران مشروعیت ایجاد میکنه. وقتی صحبت از دموکراسی میشه و دموکراسی مقبولیت داره، شما حتی دوگمترین، عقب افتاده ترین، دیکتاتوری ترین رژیم ها رو هم ببینی صندوق انتخابات میذاره. حالا درست اینا نمایشیست، همه هم میدونن نمایشیست، اما دیکتاتورها به خاطر اینکه نمیخوان بگن ما به دموکراسی بی اعتناییم، حداقل صندوقی میذارن. این نشانه تحمیل اون ارزش های جهانی است که حتی دیکتاتورها رو هم مجاب کرده که حداقل به شکل نمایشی هم که شده صندوقی بذارن، یکی دو تا حزبی داشته باشن، مجلسی داشته باشن، قوه قضاییه ای داشته باشن، در حالی که هیچ معنی نداره. در رژیم های دیکتاتوری مجلس معنی نداره، قوه قضاییه معنی نداره، هر کسی بر علیه حاکم باشه محاکمش میکنن، اعدامش میکنن، هر کسی هم نزدیکی آن حاکم باشه بدزده، کاری باش نداره. اما به شکل نمایشی ساختمان ها هستن، تفکیک قوا، در حالی که معنی نداره در نظام های دیکتاتوری. تفکیک قوا نیست، هیچ معنی نداره. دیگه حکومت نمیتونه مشروعیت خودش رو از مردم ندونه، چون سست میشه. جهانی شدن این فرایند رو ایجاد کرده که شما دیگه نمیتونید به راحتی مشروعیت خودتون رو الهی بدید، بگید آقا من از جانب امام زمان مشروعیت دارم، چون مردم در جای دیگه نگاه میکنن میبینن در کشورهای متمدن و مدرن هیچ کس خودشون نماینده مسیح نمیدونه، نماینده پدر آسمانی نمیدونه، نماینده یهوه نمیدونه، میگه من کسی هم که مردم منو از تو صندوق انتخابات برگزید. پس مشروعیت ایجاد میکنه ارزش های جهان. وقتی امروز قوانین اساسی خیلی از کشورها بر پایه اینه که زیربنا اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، این اعلامیه جهانی حقوق بشر در درون یک نظم مدرن ایجاد شده. مشروعیت احکام سنتی دیگه کنار رفته، مشروعیت احکام دینی دیگه کنار رفته، دیگه کسی نمیگه که قوانین ما باید الهیاتی باشه، مگر رژیم های عقب افتاده و سنتی مثل رژیم خودم. فرهنگ، جهانی شدن در فرهنگ اثر گذاشته. امروز شما نگاه میکنی کریسمس کیه، نگاه میکنی هالووین کیه و انواع اقسام این جشن ها رو شما دارید. خیلی از سبک پوشش رو از کشورهای دیگر گرفتید، موسیقی هایی گوش میدید که اصلا
برای شما ناآشناست. حتی دیدید بعضی ها اصلا متن موسیقی رو مثلا متوجه نمیشن که طرف داره انگلیسی میخونه، اما اون خواننده اون نوع ارائه موسیقی رو میپسند. نوع لباس پوشیدن ها عوض شده، حتی اسامی چقدر تغییر کرده. این به خاطر اینه که در جهانی شده شما یک نزدیکی فرهنگی بین گروه های مختلف میبینید. خب وقتی این پدیده ایجاد میشه، کسانی که سنتی هستن، کسانی که این ارزش های جهانی برای اونها خطر آفرین شده، در برابرش قرار خواهند گرفت. وقتی قدرتشون نرسه، از طریق خشونت این کار رو میکنه. بنابراین بسیار مسئله مهمی است که در برابر مدرنیته و مظاهر مدرن شما گروه های تندروی مذهبی رو میبینید که در برابرشون نیست. نظم جهانی رو توطئه میبینن، سازمان ملل رو توطئه میبینن، حقوق بشر رو توطئه میبینن، ارزش های مدرن رو توطئه میبینن. شما همین به آخوندهای ما نگاه بکنید، نظراتی که میدن رو نگاه بکنید. حالا قدیمی هاشون که اصلا همه چیز رو توطئه میدیدن، از راه آهن بگیرید و دوش آب گرم بگیرید، حمام بگیرید و تلفن و تلگراف بگیرید، همه اینا رو توطئه میدیدن. حالا جدیدی هاشون اینا رو دیگه توطئه نمیدن، اما برنامه های سازمان ملل رو مثلا توطئه میدن. شما از زمان قاجارها برید نگاه بکنید، وقتی میرزا حسن رشدیه ها میخواستن مدرسه بیارن، آخونده مخالف بودن. میخواستن تراموا بسازن، آخونده مخالف. تیر چراغ برق بذارن که شبا معابر روشن باشه، آخونده مخالف. دوش حمام بذارن، مخالف بود. یعنی به قدری عقاید اینا دوگم و عقب افتاده بود که هر چیزی که مال خارج از کشور بود، حالا انگلستان یا هر کشور دیگری میآورد، اینها رو به نحوی توطئه میدیدن. یعنی عباس میرزا آمده بود که لباس سربازان ایرانی رو عوض کنه، یک ارتش مثلا به نوعی مدرن، حالا بگیم در سطح خودش در اون زمان ایجاد بکنه. همین آخوندها فتوا دادن که عباس میرزا میخواد لباس اجنبی تن سربازان اسلام بود. خب این گروه های سنتی در برابر ارزش های مدرن قرار میگیره، نمیپذیرن، چون ارزش های مدرن برای اونها بحران ایجاد میکنه، بحران مشروعیت، بحران هویت، بحران فرهنگی که من عرض کردم. اما وقتی میبینن این گفتمان ارزش های مدرن هژمون سلطه داره، راه مقابله با اون رو در خشونت میبینه. میگن بریم سینماها رو آتش بزنیم، بریم مدارس رو، دانشگاه ها رو نابود بکنیم، بریم در سازمان های بین المللی بمبگذاری بکنیم، با تکنولوژی مخالفت بود. هرچند بخشهایی از اون تکنولوژی رو استفاده میکنن برای تخریب همان تکنولوژی، از دموکراسی استفاده میکنن برای تخریب دموکراسی، از حقوق بشر استفاده میکنن برای نقض حقوق بشر. پس جهانی شدن بستری رو ایجاد میکنه که گروه هایی با ارزش های سنتی در برابرش وقتی تاب نمیارن، فضا رو به سمت تروریسم میبرن. دیدید شعارهایی که از زمان سید قطب و دیگران داده میشد، همه همین ها بود. حالا مدرنیته و جهانی شدن چیزی نبود که در صدر اسلام وجود داشته باشه یا 300 400 سال قبل وجود داشته باشه برای فضای فکری جامعه اسلام، اما شما در همین 100 سال اخیر نگاه بکنید، دشمنی اونها با ارزش‌های مدرن، با نزدیکی اقوام و ملت‌ها چند اندازه قویه. برای چیست به نظرشون؟ چون اتوریته بسیاری از نهادهای سنتی داره از بین میره. اونها سعی میکنن با ایجاد یک خشونت از خودشون دفاع بکنن. به همین دلیله که خیلی راحت میشه گروه‌های سنتی رو جذب کرد با این شعار که اسلام داره از بین میره.
قرآن داره نابود میشه. آقا جلوی شبکه ها رو بگیرید، جوانان ما دارن لاوبالی میشن. دیدید بهانه هاشون ایناست. ما نیازمند فرهنگ اسلامی هستیم، نیازمند بازگشت به خیشتنیم. از این حرفایی که دیدید دیگه، شریعتی و آل احمد و این افراد میزدن، همه هم اینا بود، غرب زدگی و نمیدونم این داستان. فضا رو ببریم به سمتی که بریم سراغ خیشتن خیش، ببینیم اون قدیما کی بودیم، اسطوره هامون کیا بودن، همونا رو بپذیریم. اما چیزهایی که در جهان مدرن وجود داره، ارزش های حقوق بشری و سکولاریسم و دموکراسی و اینا، نه اینا به درد ما نمی. پس جهانی شدن در درون خودش ارزش هایی رو وارد جامعه میکنه که سبب میشه حاکمیت دولت ها ضعیف بشه. دولت ها مجبورن حقوق بشر رو تا حدودی رعایت کنن، چون دیگه نمیتونن در جهان مقبولیت داشته باشن. دیگه کشورهای دیگه با اونا کار نمیکنن. اگر شما شفاف سازی اقتصادی نداشته باشید، کشورهای دیگه سرمایه گذاری نمیکنن. اگر نقض حقوق بشر بکنید، کشورهای دیگه انگیزه کمتری دارن برای سرمایه گذاری کردن. نیاز دارید که یک مقدار فضا رو باز کن. از کارهایی که بن سلمان و دیگران تازه شروع کردن انجام بده، چون میخوان وارد فضایی بشن که بتونن راحتتر و بدون مشکل کار رو پیش ببرن. حالا از ذیل این یک نکته بیرون میاد که آقای هانتینگتون بهش پرداخت، با اون نزاع یا برخورد تمدن هاست که حالا ایشون دستبندی هایی داره دیگه، تمدن های مختلفی مثل مسیحیت غربی که بین کشورهای غرب اروپا، اروپای شمالی، امریکا، کانادا اینا وجود داره، کشورهای مسیحی ارتودکس که در شرق هستن که چهره شاخص و نمایندش روسیه است، اینا یه تمدن ویژه خاص خودشون دارن. سومین گروه اسلامیون هستن که تمدن اسلامی دارن. گروه دیگر هندوها هستن، یه گروه دیگر بودیست ها و کنفوسیوسیس ها هستن که حالا چین و کشورهای شرق بیشتر تو این گفتگوی تمدنی می کنشن. یک تمدن دیگر تمدن افریقایی هاست و تمدن دیگر امریکای لاتین و جنوبی. خب آیا هانتینگتون میگه اینا به هم برخورد میکنن، درسته نقاط مشترکی هم دارن، اما یه نقاط ما رو بگیم مخالفی هم دارن، نگی متضاد، یه نگاهی دارن که مخالف هم دیگه است، با هم نزاع داشتن. شما فرض کنید بحث استعمار رو، خب شما میدونید سالها امریکای لاتین و امریکای جنوبی در برابر استعمار اسپانیا و انگلستان و فرانسه و اینا مبارزه کردن، یا هندوستان مثلا با انگلستان مبارزه کردن، با هم دو کشور دیگه فرق نمی کن. آیا این اثرات از بین رفته یا هنوز در اون سابقه تمدنی تاریخی وجود داره؟ شما نزاع بین اسلام و مسیحیت رو فکر میکنید با پایان جنگ های صلیبی مثلا تمام شد؟ دیگه نشانی از اون نیست؟ میبینید نه، اون نشان وجود داره. همینطور بین تمدن های مختلف به دلیل ویژگی هایی که هر کدوم رو متفاوت میکنه از دیگری، شما نمیتونید چشمتون رو بر روی اون ببندید. این هم یک زمینه میشه برای کارهای خشونتبار. وقتی شما سابقه استعمار رو برای برخی از مردمی که حالا در افغانستان یا هندوستان یا در پاکستان هستن میخونید، او بلافاصله خودش رو میذاره در قرن 18 و 19 هم. یعنی میبره خودش رو به 200 سال قبل، میگه آها انگلیسی که الان تو لندنه همون انگلیسی است که یه زمانی با کشتی اومد سرزمین منو فرق. یعنی اون ایدئولوگ به این جوان هندی اینطوری آموزش میده، میگه شما فکر نکن که مشکل ما با انگلستان مشکلی است که الان حادث شده باشه، نه، از 300 سال قبل. در جمهوری اسلامی شما فرض به یهودیان رو چطور نگاه میکنید؟ شما فکر کردید مشکل یهودیان رو فقط به اسرائیل نسبت میدن؟
نه خیر، ادبیات اونها پر هست از یهود ستیزی، از صدر اسلام بگیری تا به امروز. یعنی حتی در درون یک خورده فرهنگ ها هم شما میبینید این نزاع ها وجود داره، مثلا شیعه و سنی، یعنی در همون تمدن اسلامی هم اگر شما نگاه بکنی شما ویژگی هایی دارید که سبب نزاع و دشمنی است، مثل شیعه و سنی. شما در مسیحیت نگاه بکنید بین کاتولیک ها و پروتستان ها، خب جنگ های مختلفش رو به هم نشون میدن. پس اینها زمینه ای ایجاد میکنه برای جذب نیروهای تروریستی، تشکیل سازمان های تروریستی. و جوانی که میشینه پای صحبت های اون ایدئولوگ، اون ایدئولوگ میخواد نشان بده که برخورد من با اون شخص مخالف یا گروه یا دولت مخالف، حالا هر کسی هست، یک برخورد تمدنی است، برخوردی نیستش که الان ایجاد شده باشه. نه، ما اصلا با نژاد ما دشمنه، ما با سرزمین ما دشمنه. هیتلر و افراد دیگر هم همین بحثا رو مطرح میکرد، یعنی فضا رو میبردن به سمت نگاه تمدنی که ما نژادی هستیم سازنده، یه عده نژادهایی هستن که اینا خراب کننده، تمدن رو نابود میکنن، بنابراین باید حذفشون کرد. پس از درون گفتگوهای تمدنی که خاتمی ها میگفتن که نقاط مشترک داره، برخوردهای تمدنی هم وجود داره که مستعد کارهای تروریستی است. و تا زمانی که این فرهنگ جهانی شدن در درون اون فضا بتونیم مشکلات تمدن ها رو حل بکنه، ما متاسفانه باید بگیم با پدیده تروریسم مواجه خواهیم بود. و برخی کشورها حداقل اون فضای برخورد تمدن ها رو کنار گذاشتن، ولی برخی تمدن ها نگذاشتن. مثلا اسلام به دلیل اون فضایی که در درونش وجود داشته ایدئولوگ هایی رو ایجاد کرده که نه تنها سعی نکردن رفع کنن این نزاع تمدنی رو، بلکه بهش دامن هم زدن، که مرز کردم از سید قطب ها و دیگران شما شروع بکنید، بیاید به زمان حاضر که هنوز همی صحبت میشه. چهارمی زمینه که به ذهنم آمد مسئله سلطه و هژمونی است. یعنی در سیاست بین الملل دولت هایی وجود دارن که اینها از گروه های تروریستی حمایت میکنن. من در اینجا یک پرانتزی باز بکنم، هرچند شرح بست مفصلش اینجا جاش نیست، اما عزیزان میتونن مطالعه بکنن در این زمینه. در سیاست بین الملل ما چند پارادایم داریم، چند مدل داریم، چند نوع نگاه داریم که سیاست خارجی کشورها رو شکل میده. یکی از اونها نگاه آرمانگرایی است، یعنی کشورهایی که یک سری اصولی رو برای خودشون تعریف میکنن و تمام سیاست بین المللشون بر اساس اون اصول سر و شکل میگیره. غالبا کشورهای برآمده از انقلاب اینطوری هستند، چون اون آرمان ها و اصول رو به عنوان مبنای جنبش انقلابی در نظر میگیرن. وقتی انقلابشون پیروز شد، همون اصولی رو که برای انقلاب کارا بود در زمینه سیاست بین الملل هم به کار میگیرن. و در اینجا یک مشکلی پیش میاد. شما ممکنه با آرمانگرایی بتونید نیروی اجتماعی عظیمی رو جمع کنید که یک رژیم رو بندازه، اما در سیاست خارجی شما با دولت‌های مختلفی روبرو هستید که اگر همون اصول رو بخواید در سیاست خارجی خودتون شکل بدید، ممکن دچار مشکل بشید. یکی از مشکلات برآمد از رژیم‌های انقلابی همینه، یعنی فکر میکنن ما میتونیم اصول رو بلا فاصله به سرزمین های دیگر هم تعمیم بدیم. دیدید بحث صدور انقلاب رو که خمینی مطرح میکرد؟ او فکر میکرد کشورهای دیگر هم همون وضعیت ما رو دارن، یعنی ما میتونیم راحت انقلابمون رو به اروپا و امریکا و هر کجا که شده صادر بکنیم. در حالی که خطاست،
نظم بین الملل ممکن رو نپذیره. در درون این سیاست که بر اساس الگوها و آرمان هاست، شما نوع رفتارتون هم تغییر پیدا می‌کنه. یعنی بیشتر به سراغ اون اصول و ارزش هایی هستید که در اون هنجارهای ایدئولوژی خودتون به دنبالش بودید، به دنبال تحقق اون وعده ها هستید. چون این وعده ها در ایدئولوژی یا گفتمان انقلابی آرمان گرایانه است، اوتوپیاییه. یعنی فرض کنید شما یک رهبر انقلابی هستید، برای که نیروی انقلابی بسازید وعده بهشت میدید، میگید بعد از رفتن این رژیم ما 2 ساله میشیم بهترین کشور دنیا. همین افرو خمینی مگه نمیزن؟ مبارزه با فساد میکنیم، فحشا رو از بین میبریم، همه رو صاحب مسکن میکنیم، آب و برق رو مجانی میکنیم. دیدید این وعده اوتوپیایی است دیگه. ممکنه در روند انقلاب کارا باشه، یعنی مردم بگن خب با رفتن رژیم مستقر رهبرمون دستور داده، وعده داده و ما به اون خواهیم رسید. اما وقتی قدرت رو به دست آوردید، حالا وارد فضایی میشید که میبینید امکاناتش نیست، ظرفیتش نیست. شما چطور میخوای همه مردم رو صاحب مسکن کنی؟ چطور میخوای آب و برق و مجانی بکنی؟ در اینجا دچار مشکل میشه. شوروی کمونیستی هم همینطوری با همین وعده ها دچار مشکل میشه، یا کشور دیگر هم همینن، فرق نمیکنه. معمولا رژیم هایی که از انقلاب بیرون میان، سیاست های بین المللشون هم آرمان گرایانه است. سفارت فلان کشور رو بگیریم، اونجا رو نمیدونم اون کی بیرون بکنیم، به جنگی را بندازیم، همه دنیا میان به استقبال ما. ولی میبینید نه، اینطوری نیست. اولین سفارت رو که بگیری تحریم میشی، تحریم که شدی ضعیف میشی، بعد به جای اینکه تو به کشور دیگری حمله کنی، کشور دیگر به تو حمله میکنه، کسی هم با تو دوستی نمیکنه. بنابراین اولین پارادایم یا مدل یا بگیم نوع زمینه یا رهیاب آرمان گرایی است. بسیاری از سیاست های جمهوری اسلامی هم در درون همین رهیافته رهبر آرمان گرایانه. پای فلسطین بیستیم، با کدوم بودجه، با کدوم امکانات، با کدوم دشمنی ها؟ مردم تو کشور خودمون فقیرن، اما ما پول میدیم به حزب الله. همین کارو شوروی کمونیستی هم میکرد. مردمش نان نداشتن، او به کوبا کمک میکرد. مردمش انواع اقسام مشکلات داشتن، او به کشورهای افریقایی کمک میکرد. به دنبال آرمان های جهانی بود. ولی دیدن موفق نمیشه. دومین مدل یا پارادایم یا متد یا هر چیزی که اسمشو میذاری، دیدگاه واقع گرایی است. واقع گرایی کلاسیک. من میخوام واقع گرایی نو یا نو واقع گرایی رو هم عرض کنم چیست. در این دیدگاه سیاست کشورها بر سر اینه که ما امکاناتمون چیه، اولویت هامون چیه، شعار و ارزش ها و اصولی که از قبل در یک متدی به ما ارائه شده، حالا در قرآن آمده مثلا یا در ایدئولوژی مارکس آمده یا هر تفکر دیگری آمده، بعد ما هم همونو به مردم بدیم، آیا امروز واقعیه؟ یعنی ما باید فکر کنیم که این آیه قرآن رو میشه اجرا کرد، این تفکر مارکس و اندیشمندان دیگر مارکسیست رو میشه اجرا کرد. واقع گرایی یعنی همین، یعنی اون تئوری یا اون نظر یا اون گزاره آیا در عمل هم میشه انجام بشه یا نه؟ کدوم کشوری که دوست نداره پیشرفت کنه؟ همه کشور رو دوست دارن، اما یه ظرفیتش رو داری؟ شما میخواید مثلا بشید ارتش اول دنیا، خب آیا زمینه های لوجستیکیشو داری؟ بودجهشو داری؟ امکاناتشو داری؟ نیروی متخصصشو داری؟ شوروی کمونیستی بزرگترین ارتش دنیا رو داشت در کنار امریکا.
اما همش که فقط ارتش نیست، تو باید لوجستیکت هم نیرومند باشه که بتونی بودجه دفاعی رو تامین کنی. وقتی 5 میلیون نظامی داری، باید تجارتت، صنعتت، دامداری، کشاورزی، تولیداتت به قدری زیاد باشه که بتونی 5 میلیون سرباز رو نگه داری. هر آزمایش موشکی یا هر نوع هواپیما یا هر چیزی رو طراحی کنی بسازی، اینا میلیاردها دلار پول میخواد. شوروی کمونیستی چون نگاهش آرمانگرایانه بود، از اون طرف در درون نگاه واقع گرایی نداشت، به سمتی رفت که بعد از 80 سال، حالا بگیم 70 و اندی سال، 80 سال، متوجه شد دیگه توانایی نداره. خیلی از رژیم ها اینطوری هست. گاهی ما ایرانی هم دچار این خطا میشیم، یعنی من گهگاهی این خطا رو میبینم. ما مثلا ارتش بزرگ خاورمیانه بودیم، دیدید بعضی از این دوستان پادشاهی خواهی ما میگن بله درسته بودیم، اما یه بقیه امکاناتمون رو هدایت میکرد، ساپورت میکرد، چون به مرور زمان دچار مشکل خواهی شد. در ایالات متحده که بزرگترین ارتش دنیا رو داره، امکانات مالیش رو هم داره، امکانات تکنولوژیکش رو داره، امکانات دانشش رو داره. بیشتر مطالعه میکنن، یه هواپیمایی میخوان بسازن باید مطالعه بشه این طرح مقبول هست یا نیست. یه حتی شرکت بزرگ وجود داره، این طرح رو مثلا شما میدید به شرکت لاکید مارتین، مثلا اون میره بررسی میکنه، میگه آقا این هواپیما خوب میسازم، دولت اونو میخره، خلبان میخواد، کنترل کننده میخواد، دانش میخواد، هزاران چیز در کنارشه. فقط این نیست که شما هواپیما رو وارد کردی که دو جمهوری اسلامی رو شما نگاه بکنید، هزینه های بیجا کردن در مورد مسائلی که ظرفیت و توانایی رو نداره. در نگاه واقع گرایی در سیاست بین الملل نگاه اینه، میگن آیا ما توانایی اجرای این گزاره ها رو داریم یا نداریم، میتونیم از پسش بر بیایم یا نه. حالا در این نگاه چه چیزایی اهمیت داره؟ یکی از مهمترین چیزها امنیت، یعنی در نگاه واقع گرایی کلاسیک دولت ها به دنبال حفظ امنیت خودشون است، یعنی سعی بکنن فضا رو به نحوی نگه دارن که امنیت داخلی و حالا بگیم مرزی یا بین المللیشون به بهترین وجهی حفظ بشه، هویت ملیشون حفظ بشه، هویت و مشروعیت دولتشون حفظ بشه و خیلی چیزهای دیگه. مؤلفه دیگر اقتصاد، یعنی دولت‌های واقع گرا میدونن کشوری ماندگاره که اقتصادش قدرتمند باشه. شما الان کشوری اروپایی نگاه بکنید، خیلیشون بعضی‌ها می‌بینن از ارتش قوی ندارن اما اقتصاد بسیار قدرتمندی دارن. ژاپن قدرتش بر چیه؟ بر اقتصادش. چین هم از اون آرمان گرایی تا حدودی دست کشیده، داره تبدیل میکنه خودش رو به چیز واقع گرایی، برای همین که تو اقتصاد داره جلو میره، چون میدونه اقتصاد پایه امنیته. من اقتصاد قدرتمند داشته باشم، ارتش قدرتمند داره، مردم راضی دارم، در هم تنیدگی اقتصادی با دنیا دارم، دیگه دنیا منو دشمن نمیدونه، منو ضعیف نمیدونن که به راحتی به من تحکم کنن. وقتی شما با یک کشوری به دلیل اینکه قدرت اقتصادی هستی ده ها بگیم معامله اقتصادی میکنید، خب دیگه اون کشور نمیاد شما رو نابود کنه که، داری با هم کار میکنی سود میبری. برای همین توانایی رو دارید که با یک واقع گرایی هم سرمایه گذاری درستی بکنید، هم امنیتون حفظ بشه. اینا یک واقع گرایی که یا بهتر بگیم واقع گرایی مدرن هم الان به وجود آمده که خیلی مهمه. در این دقایق پایینی من اینا مرز کنم. در این پارادایم بحث بر سر اینه که فضا از اون امر کلاسیک دور شده. امروز ما با پدیده جهانی شدن روبرویم. سازمان های بین المللی وجود دارن. این سازمان های بین المللی یک خیابان چند بانده ای هستند که افراد مختلف یا دولت های مختلف با هم دارن رفت آمد میکنن.
در کنار هم حرکت میکنن، گاهی وای میستن دیگران میرن. اینا قواعد خاصی داره. من برای اینکه امنیت خودم رو تنظیم کنم باید خودم رو با قواعد بین الملل تنظیم کنم. چرا جمهوری اسلامی با جهان مشکل داره؟ چون پارادایمش واقع گرایی مدرن نیست. نمیاد FATF رو امضا بکنه چون نمیخواد شفاف سازی مالی بده. نمیاد با مبارزه با تروریسم چون که مسئله بین المللی بکنه. چرا؟ این عدم شفاف سازی. مثلا در مورد پرونده هسته‌ای شما نگاه کن، چند سال مملکت ما داره تاوان میده. یک سازمان بین المللی وجود داره برای کارهای انرژی هسته‌ای، جمهوری اسلامی عضوش، اما هی کارشکنی میکنه، هی عدم شفاف سازی ده. خب وقتی اون رو قبول نمیکنید، اونجا شورای حکامی وجود داره که بر علیه شما قطعنامه صادر میکنه، بر علیه شما پرونده میسازه، بر علیه شما بیانیه میده. اون وقت کشورهای دیگر شما رو به عنوان نه یک عنصر مطلوب که یک عنصر نامطلوب میشناسن. این به چه دلیله؟ به دلیل اینکه ما در سیاست بین الملل خودمون پارادایم نوواقع گرایی رو نفهمیدیم. ولی یه دار میشناسن تو تهران برای خودشون همجا حرف میزنن، ما اینطوری میکنیم، ما اونطوری میکنیم. دیدی دیگه اون محمود احمدی نژاد آمده بود میگه برید آقا انقدر تحریم کنید تحریم دونتون پاره بشه. وقتی شما با یک چنین پدیده هایی روبرو هستید، منتظر کشور آباد بشه؟ فهم سیاست بین الملل رو اینها ندارن. حتی دیگه اون واقع گرایی کلاسیک هم معنا نداره. یعنی شما امروز امنیتتون این نیست که مرزها رو ببندید، این نیست که ارتش قوی داشته باشید، نه. امروز ممکنه یک کشور ضعیفی در شمال اروپا باشید، اما واقع گرایی مدرن باعث بشه که شما وارد ناتو بشید. یعنی بپذیرید یک پیمان نامه‌ای وجود داره، من وقتی عضو اون بشم در کنار کشورهای قدرتمند دیگه میشم یک قدرت نظامی، نیاز نیست من ارتش قوی داشته باشم، اما یه پولی رو یه بودجه رو میدم عضو ناتو میشم، قواعدش رو رعایت میکنم. شما رو ببینید چرا سوئد یا کشور دیگه میخوان عضو ناتو بشن، دلیلش چیه به نظر شما؟ احمقا؟ نه، اونا سیاست های واقع گرای مدرن رو درک کردن، برای همین سعی میکنن وارد پیمان هایی بشن که دیگه نیاز نباشه دائم به دنبال بحث های میلیتاریستی باشن، دائم ترس داشته باشن که نکنه روسیه به من حمله بکنه. پس در سیاست بین الملل این رهیافت ها بسیار مهمن که ما نداریم اینا رو، برای همین دائم داریم تاوان میدیم. خب وقت برنامه به اتمام رسید، این بحث ها مانده که در نوبت بعد من سعی میکنم زمینه هایی که اسباب تروریست رو فراهم میکنه عرض بکنه. امیدواریم بحث مفید واقع بشه برای شما عزیزان. سپاسگزارم از جای شورتی عزیز و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، محمد باشیم.